نرامیز دات واسه پیش رفته یک کامه بیا با تو نشون بده پاشو زوب خودتو تکن بده دل بر تو یه هنر میز آموزش نمکدارم دلم شکل دمیز اخبار و مطلب جالب دنیای هنر که واسه پیش رفت دو دارن سود و سمت <متحدث> شبک اجتماعی منو ببین کاراتو نشون بده مال بقیارم ببین شاید این به آشنایی باشه واسه همکاری شاید کاهش بده کنه یکم نرخ بیکاری هنر آمیز کامه واسه پیش رفت تو یه کامه دیا و تو نشون بده سلام مهدی نوبخت هستم از هنرامیز دات و یه مجموعه آموزشی دیگه توی این مجموعه آموزشی میخوایم بیام سراغ نرم افزار بسیار کاربردی کاراکتر انیماتور نرم افزاری که همونطور که میبینید از اون میتونیم بیایم استفاده کنیم برای ساخت انیمیشن های ریل تایم انیمیشن هایی که در لحظه با استفاده از وب کم و موس و کیبورد میتونیم اونها رو کنترل بکنیم میتونیم کاراکترمون رو همونطور که میبینید با توجه به اون حرکت هایی که براش تعریف کردیم به اطراف راه ببریم یا لیپسینگ رو به صورت در لحظه داشته باشیم و همچنین همونطور که گفتم حرکت هایی که تعریف کردیم رو میتونیم برای اون داشته باشیم در اصل بسیار کاربردی است در زمین های مختلف میتونیم از اون استفاده بکنیم به با عنوان نمونه برای استریم آنلاین میتونیم از اون استفاده کنیم یک شخصیت مجازی برای خودمون داشته باشیم یا حتی برای ساخت انیمیشن از اون استفاده میشه مثل همین موزیک ویدیوی که در ابتدا دیدین و موسیقی اون هم کار دوست عزیزم آقای اماد بود از اون هم در واقع از این نرمافزار افزار استفاده شد برای حرکت دادن کاراکترهایی که اونجا دیدید. این نرم افزار هستش که همطور گفتم توی چند سال اخیر تولید شده و همچنان در حال رشد هستش اما خب توی نسخه های جدید همونطور که می‌بینید امکانات بسیار خوبی به اون اضافه شده که به راحتی می‌تونیم بیایم و از اون استفاده کنیم همونطور که میبینید اینجا کاملا مشخصه که ما داریم در لحظه به صورت ریل تایم کارکترمون رو کنترل میکنیم حرکت های از پیش تعیین شده اون رو میتونیم بیایم اینجا و لود بکنیم و همونطور که میبینید با چرخش سر کامل اون رو کنترل میکنیم پرک زدن و حالت های مختلفی که حالا میتونیم برای اون تعریف کنیم و این صورت میبینید که میتونیم حالت های مختلف رو داشته باشیم و از اون استفاده کنیم برای ساخت انیمیشن های خودمون حتی در گیم هم میتونیم از این استفاده کنیم از حالت راه رفتن و اون میتونیم استفاده کنیم حالت پرش براش تعریف بکنیم حالت همونطور که میبینید نشستن و بلند شدن هر حرکتی رو میتونیم بیایم و برای اون تعریف بکنیم این نرم میتونه کاربرد بسیار ساده ای داشته باشه یا میتونیم ریک های پی بسیار پیچیده ای برای اون ایجاد کنیم که با استفاده از اون بتونیم در واقع انواع مختلف حالات رو ایجاد بکنیم توی استدی های مختلف هالیوود هم از اون استفاده میشه در واقع یک ابزاری است که هم میتونه کاربرد ساده داشته باشه برای عموم و هم برای استدیو از اون استفاده کنم و حالا تو این ویدیویی که اینجا میبینید کاملا مشخصه که به چه صورت میتونیم از اون استفاده کنیم بسیار خب بلافاصله میایم و کار رو شروع میکنیم از مثال های ساده شروع میکنیم تا ریک های ساده انجام بدیم و با ابزارهای اولیه آشنا بشیم و مرحله به مرحله جلو میریم و با ابزارهای بیشتر آشنا خواهیم شد و ریک های پیچیده‌تر رو هم کار خواهیم کرد پس ابتدا میام سراغ رابط کاربری اون و خیلی سریع نگاه به رابط کاربری اون می‌ندازیم که مشابه سایر نرم افزارهای ادوب هستش از یه تعدادی پنل ساخته شده که توی این قسمت پنل پروژکت هست فایل های مورد نظر رو باز میکنیم تو این قسمت تریگر ها رو تعریف میکنیم همین در واقع ابزار هایی که به اونها میتونیم حالت های مختلف دست رو داشته باشیم همونطور که میبینید حالت های مختلف دست رو اینجا اومدیم تعریف کردیم یا حالت چهره به این صورت تقریبا تمام حالت ها رو اینجا اومد میاییم و تعریف میکنیم تو این قسمت تایملاین رو داریم که خب کار با زمان هستش و زمان انیمیت یا متحرک سازی یا رکورد از اون استفاده میکنیم تو این قسمت هم که کامیرا و میکروفون رو برای ما نمایش میده و تو این قسمت پایین هم بیهیویر وجود داره که با استفاده از اون میتونیم قابلیت هایی رو به کاراکترمون اضافه کنیم به صورت یه تعدادی از اونا اضافه میشه که حالا با تمام اونها آشنا خواهیم شد تقریبا با بیشتر کاربردی اونها آشنا خواهیم شد بیهیویر وجود داره که با استفاده از اون میتونیم درگ بکنیم این قسمت های مختلف رو براش تعریف میکنیم که به چه صورت حرکت بکنه یا چشم هست همونطور که میبینید در واقع ای که اینجا وجود داره از اون میتونیم برای حرکت چشم استفاده بکنیم یا بیهویر فیس که اینجا وجود داره و حرکت چهره رو اینجا کنترل میکنیم حالا در طول آموزش با بخش های مختلف آشنا خواهیم شد میبینه که چند تا لی اینجا وجود داره لی اوت پیشورزی که وجود داره هوم هستش تو این قسمت ما پروژه های پیشورزی که همراه این نرم افزار نصب میشه رو میتونیم ببینیم و نیو پروژه پروژه جدید ایجاد کنیم یا اوپن پروژه بزنیم و پروژه های قبلیمون رو باز بکنیم تو این قسمت کارهای مربوط به ستاپ یا راه اندازی کاراکترمون رو انجام میدیم تمام این لایه بندی هایی که وجود داره و حالا در طول آموزش با اونا آشنا خواهید شد همونطور گفتم میتونیم ریک های ساده انجام بدیم یا میتونیم ریک های بسیار پیچیده داشته باشیم که در واقع قابلیت های بسیار زیادی دارن پس لازم است با روش ریک کردن به صورت اصولی آشنا بشیم اینجا کاراکتر رو راه اندازی میکنیم بیهیویرهای های مختلف رو براش تعریف میکنیم همونطور که اینجا میبینید اینجا هم پنل وجود داره برای بیهیویر و حالا بخش های مختلف که باش آشنا خواهیم شد حرکت یا جابجایی تو این پنجره که داریم بسیار ساده است از این ابزارها میتونیم استفاده کنیم ابزار هند هستش که فرم شورتکات اون اچ هستش با زدن اچ میتونیم این هند رو فعال کنیم با پایین نگه داشتن دکمه اسکرول هم میتونیم این کار رو انجام بدیم پس با اسکرول هم میتونیم این کار رو انجام بدیم گزینه بعدی که اینجا وجود داره زوم هستش که شورتکات اون زد هم که میبینید یا زی هستش میتونیم زوم بکنیم و اگر آلت رو پایین نگه داریم زوم بک بکنیم شورتکات دیگه ای که عموما من استفاده میکنم پایین نگه داشتن کنترل و جلو و عقب رفتن هستش به این صورتی که میبینیم پس کنترل رو اگر نگه داریم و اسکرول موس رو بچرخونیم میتونیم زوم به جلو و عقب داشته باشیم لازم هم نیست این ابزار زوم رو فعال بکنیم خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم با پایین داشتن اسکرول میتونیم پن رو داشته باشیم جابجایی به چپ راست و با پایین داشتن کنترل و اسکرول کردن به جلو و عقب این اسکرول موس میتونیم حرکت به جلو و عقب رو داشته باشیم این دو تا ابزاری که اینجا هستش این ابزارم که ابزار سلکشن هست میتونیم هر قسمت رو انتخاب کنیم و حالا سلکتش بکنیم به توی این قسمت رکورد هم که مربوط هستش به رکورد, کردن و باز این دکمه رکورد حرکات رو اینجا ثبت میکنیم این قسمت هم مربوط هستش به استریم که از اون میتونیم به صورت آنلاین استفاده کنیم و این رو استریم کنیم رو یوتیوب یا حالا یا هر آپارات هر سرویسی که میخوایم اون کار رو انجام بدیم در طول آموزش با بخش‌های مختلف آشنا خواهیم شد زیاد وارد رابط کاربری اون نمیشم و بلافاصله میام سراغ ساخت یه پروژه جدید میام سراغ نیو پروژکت پروژکت جدید رو اینجا اسمش رو قرار میدم پروژکت صفر یک پروژکت صفر یک به این صورت و میبینید که بلافاصله زمانی که ما پروژه جدید ایجاد میکنیم اینجا فولدر برای ما ساخته میشه سیو رو میزنم و یه پروژه خالی در این قسمت برای من ایجاد میشه توی مثال اول بیایم بعد این گوشی که اینجا میبینین رو ازش استفاده کنیم و یک حرکت اولیه یا یک کاراکتر اولیه از اون ایجاد بکنیم برای این کار که من از اون یه تصویر گرفتم جلوی یک پارچه سبز تا به راحتی بتونیم اطراف اون رو حذف بکنیم خیلی راحت میام و از این ابزاری که اینجا وجود داره از ابزار Object Selection تول استفاده میکنم به این صورت انتخابش میکنم میبینید که حالا چند ثانیه طول می‌کشه. بعد از انتخاب کردن کنترل شیفت آی رو میزنم تا معکوس بشه این انتخاب و دیلت رو میزنم این قسمت کاملا برای من ترانسپرنت میشه یا حس میشه این رفلکشنی که اینجا وجود داره رو هم میتونیم بیایم و با استفاده از ابزار سلکشن تولی که اینجا وجود داره به این صورت بیاییم و یک سلکشنی به این صورت انجام بدیم و با فعال کردن براش و پایین نگه داشتن آلت از این قسمت حالا یه نمونه رنگ میگیرم و با آلت و دیلت این قسمت رو پر میکنم میتونستیم بیام و یه پترنی به این صورت ایجاد بکنیم حالا دیگه برای اینکه وقت گرفته نشه من میام و از همین رنگ تنها استفاده میکنم کمی رنگ تیره تر رو در نظر میگیرم در واقع کمی رنگ تیره تر و به این صورت حالا این کار رو انجام میدم میبینید که صفحه ما پس ایجاد شد حالا اگر اینو کنترل شیفت اس بزنم و ذخیرهش کنم اینجا با اسم نوکیا پی اس اینجا ذخیرهش میکنم و حالا بیان سراغ کاراکتر انیماتور و اونو واردش کنیم برای وارد کردن میتونیم از منوی فایل ایمپورت کنترل آی رو بزنیم یا ایمپورت رو بزنیم و این فایل رو وارد بکنیم و یا میتونیم اینجا دابل کلیک کنیم مشابه افتر افکت و ایلاستریتور و به راحتی این فایل رو وارد بکنیم فایل های و در واقع فتوشاپ رو به راحتی میتونیم استفاده بکنیم و در لحظه هم آپدیت میشه و بسیار هم کاربردی هستن ویژگی خوب محصولات ادوبی هست که با هم ارتباط بسیار نزدیک دارن بسیار خب حالا اگر بیام این فایل رو انتخاب کنم و یه نیو سین بزنم میتونم اینه این این که این فایل گوشی من وارد محیط میشه کمی سایز اون بزرگ هستش از این قسمت میتونم بیام اسکیل رو بزنم کوچیکترش کنم و یا میتونم این قسمت رو غیر فعال کنم لایه رو غیر فعال کنم لایه‌ای که در تایم لاین قرار گرفته و اینجا میام و تنظیمات صحنه ای که دارم رو بزرگتر کنم حالا چون تنظیمات در واقع سایز 3000 در 2500 هست دیگه میام و همین لایه رو کوچیکتر می تا از این بزرگتر پروژه ما نشه به این صورت پس میدونی که حالا اگر بیام سراغ این ورک اسپیس ریگی که داریم این لایه بلا فاصله وارد محیط ما شده این صورتی که میبینیم برای اینکه اینو به عنوان سر در نظر بگیریم میتونیم این لایه رو بیام انتخاب بکنیم و تو این قسمت تک ها روی این تگ هید کلیک بکنیم این هم میتونم به صورت تکست باشن که اینجا میتونیم از تکست هید استفاده کنیم اونو باید پیدا بکنیم خب راحت تر که از همین حالت تصویری که وجود داره استفاده کنیم حالا اگر روی این هیت کلیک کنم اینه که بلافاصله اونو به عنوان سر میشناسه و تگ اون رو در اینجا قرار میده اورجین یا محل چرخش اون رو هم در اینجا قرار میده من محل چرخش رو میارم پایین تر تا چرخشان ها نسبت به نقطه پایین تر صورت بگیره حالا اگر بیام سراغ رکورد میبینی که بلافاصله در واقع ما میتونیم با استفاده از سر اون رو کنترلش بکنیم حالا اگر بیام دوباره سراغ ریک علت این که تونستیم با استفاده از سر بلا واسطه این کار رو انجام بدیم این هستش که به صورت پیش این کاراکتری که ما داریم یه تعداد بیهیویر به اون اعمال شده بیهیویر فیس اینجا بیهیویری است که حرکت سر رو کنترل میکنه همونطور که میبینید اگر اونو خاموشش کنم دیگه سر کنترل نمیکنه حرکت این گوشی که داریم به این صورت. حالا اگر اینجا برگردم و این قسمت رو خاموش بکنم این تگی که داشتیم این لایه رو انتخاب بکنم و تگش رو خاموش کنم و بیام سراغ فتوشاپ و اینجا اسم اون رو قرار بدم هیت که اگر روی اون نگه دارم موضوع اسم تگ رو اینجا میتونیم ببینیم اسم های مختلف اینجا left eyebrow right eyebrow right eye و right people انواع مختلف اسمات وجود داره که بسیار بهتر و در روش درست این هستش که بیام و در فوتوشاپ این کار رو انجام بدیم چون وقتی تعداد لایه ها بسیار افزایش پیدا بکنه دیگه مدیریت پروژه سخت میشه و کلیک کردن روی این تکا هم برای ما سخت خواهد شد پیدا کردن فایل ها سخت خواهد شد پس حتما یادتون باشه این کار رو بهتر از در فوتوشاپ انجام بدیم میام اینجا هید رو کنترل اس رو میزنم و حالا اگر ریفرش بشه حالا چون ما قبلا تگ رو از روی این لایه برداشتیم این اتفاق نمیفته اگر دوباره حالا واردش کنم امینه که بلا فاصله اتفاقی که میفته این هستش که اونو به عنوان هیت شناسایی میکنه و تگ هیت رو در واقع به اون اعمال میکنه و به درستی کار خودش رو انجام میده همطور که اینجا میبینیم بسیار خب اما اگر دقت بکنید خب سر شامل بخش های مختلفی هست میتونه چشم ابرو دهان و قسمت های مختلف رو شامل میشه پس با یک لایه نمیتونیم ما اون رو پوشش بدیم روش کار و ساختار فایلی که معمولا ساخته میشه در فتوشاپ یا الستریتور به این صورت هستش که یه پوشه ابتدا تعریف میکنیم و اسم کاراکترمون روی اون قرار میدیم اسم رو قرار میدم اینجا نوکیا حالا به این صورت یه پوشه دیگه ایجاد میکنم بعد داخل این قرارش میدم و اسم اون قرار میدم هیت در واقع کاراکتر ما از سر و بدن تشکیل شده پس ما اینجا قسمت سر رو اومدیم و ایجاد کردیم حالا این کاراکتر ما بدن نداره پس ما میایم و اینو داخل این درگ میکنیم به این صورت پس یه ساختار اولیه ایجاد میکنیم دیگه اسم این رو هم میتونم قرار بدم حالا هر اسمی اینجا اسمش قرار میدم بیس یا بک‌گراند بی جی که به این صورت میبینیم حالا اگر کنترل اس رو بزنم و برگردم بیام سراغ این قسمت اونی که بلافاصله این ساختار برای من ایجاد میشه تگ هید روی این سر اعمال میشه و همونطور که میبینید دیگه به درستی همه چیز عمل میکنه حالا اگر بیام سراغ رکورد اونی که بسیار بهتر عمل میکنه حالا به میتونم بیام سراغ این هید و هر قسمت یا هر المانی رو اضافه کنم حتی بیام حالا به عنوان نمونه براش بزنم ایکس رو بزنم حالا با رنگ سفید اینجا اگر هر چیزی رو اضافه بکنم و کنترل اس رو بزنم کنترل اس رو بزنم بلافاصله اینجا اضافه میشه و اون هم در جای خودش قرار میگیره بسیار خب بالا کنترل زد میزنم اینجا هم کنترل زد به این صورت این لایه رو هم پاک میکنم قسمت بعدی که میخوایم اضافه بکنیم ابروها هستن میام برای این کار از پن میتونیم استفاده کنیم از براش هم میتونیم استفاده کنیم از پن گای وقتا مشکل میشه حالا اینجا امتحان میکنیم دی رو میزنم تا رنگ سیاه فعال بشه استروک رو فعال میکنم و فیل رو هم خاموش میکنم با استفاده از ابزار پنی که دارم به این صورت کلیک میکنم در اینجا هم کلیک میکنم یک کلیک هم اینجا انجام میدم و با کنترل اینو جابجا میکنم به بالا کمی نازک هستش اونو زخامتش رو بیشتر میکنم به این صورت حالا ابروی ما به این صورت ایجاد شد اسم اون رو دقیقا بر اساس تک که داریم میام و قرار میدم حالا اینجا هنوز بروز نشده بر اساس تگی که داریم تگ آی, آی بروی که اینجا بودیم رایت آی برو. تایپ نوع تایپ اون رو اینجا کاملا دقت می‌کنم و میام اینجا اسم اون قرار میدم رایت آی برو دقیقا مشابه اون تگی که داشتیم به این صورت حالا از اون alt و کلیک alt رو پایین نگه میدارم کپی میگیرم و جابجاش میکنم با پایین نگه داشتن شیفت و در سمت چپ قرار میدم به این صورت اینجا میتونم بیام اسم رو قرار بدم left eye bro به این صورت بسیار خب حالا این قسمت ها پس ابروهای ما ایجاد شد اگر کنترل اس رو حالا بیام و بزنم و برگردم اینجا, اینجا اینی که بلا برای من بروز میشه تگ ها هم مستقیما مستقیم مستقیم به اون همونطور که میبینید اعمال نشده علت این, این هستش که اینها رو به عنوان لایه مستقل در نظر نگرفتیم اگر بیام سراغ رکورد اینجا دقت کنیم اینه که حالا اگر ابروها رو در واقع تشخیص داده اما همونطور که میبینید به این صورت اونها رو به صورت یه لایه جدا در نظر نگرفته و که کل شکل ما رو میاد وقتی من ابروها رو جا به میکنم کل شکل رو دفورم میکنه برای رفع این مشکل بعد بیایم و اونها رو به صورت لایه های مستقل در نظر بگیریم در واقع بعد بیایم اینجا لفت آیبرو رو انتخاب کنیم این علامت تاج رو اینجا روشن بکنیم تا مشخص کنیم این یک لایه مستقل هست و همراه بقیه قسمت ها تغییر شکل پیدا نکنه و همچنین برای رایت right آیبرو و لازم است دوباره بیایم و تگ رو برای اونها مشخص بکنیم اینجا لازم است بیام تگ رو مشخص بکنیم خیلی راحت تر است که این کار رو هم در فتوشاپ انجام بدین که چند مرحله داره برای اینکه مشکل برطرف کنیم بعد بیام اینجا اینا رو هم باز پاک بکنیم تگ ها رو این پین هایی که اضافه شده حالا با پین ها آشنا خواهیم شد بعد بیام به تمام اینها رو پاک بکنیم خیلی راحت هستش بیام سراغ فتوشاپ و اینجا یک علامت به علاوه در پشت این لایه قرار بدیم برای اینکه مشخص کنیم این لایه مستقل هستش اینجا هم لایه به علاوه در واقع علامت به علاوه حالا کنترل اس رو میزنم حالا اگر برگردیم اتفاقی که میفته این هستش که حالا چون اینجا ما قبلا اعمال کردیم که بلا فاصله اینها من اینو پاکش کنم دوباره فایل رو وارد کنم به این صورتی که میبینید و حالا صحنه جدید رو اگر بسازم به این صورت میبینید که حالا به درستی هم اون علامت تاج اضافه شده و هم اینها تک های درست در جای خودشون قرار گرفتن ببینید که خیلی کار کردن با فتوشاپ برای ما راحت‌تر هستش و کارو برای ما بسیار ساده‌تر می‌کنه. اینه که حالا ابروهای ما جابجا میشه. کنترل این ابروها با استفاده از تگ فیس هستش. حالا اینجا کم اسکی رو کوچیک می‌کنم. اینه که سر داره جابجا میشه، ابرو هم جابجا میشه. فیس رو اینجا فعال می‌کنم، ابروها رو بالا می‌برم و تو این قسمت eyebrow strength وجود داره که اون کمیش کمش می‌کنم. اینه که می‌تونیم محدوده حرکت اون رو اینجا مشخص کنیم. با کم کردن اون حالا محدودش کمتر شد. میتونیم حتی این تیک رو برداریم تا یک ابرو رو به صورت تنها هم بتونیم جابجا بکنیم همطور که میبینید یک ابرو هم حالا میتونیم جابجا بکنیم حالا دیگه اینجا فعلا من اینو فعالش میکنم پس به این صورت ابرو هم در جای خودشون قرار گرفت میام سراغ قسمت بعدی که چشم هستش چشم خودش مجموعی از چند تا قسمت هست اگر بیام سراغ ریک و تو این قسمت دقت داشته باشم خود چشم هست این پیپل یا اون مردمک هستش یک قسمتی مربوط به بلینک هست یا پرک زدن هست اون رو هم باید ایجاد بکنیم قسمتی که چشم بسته هست و همچنین اون محدوده خود چشم که بهش آیبال گفته میشه که جا مح... میزان جابجایی این چشم رو مشخص میکنه پس میام سراغ فتوشاپ فاصله و اینجا چند تا لایه ایجاد میکنم اول میتونم بیام سراغ این شیپ ها فیل رو هم روشن کنم به این صورت سفید رنگ و با استفاده از این شیپ دایره یا الیپسی که داریم به این صورت با پایین نگه داشتن شیف یا دایره ایجاد بکنم به این صورت این قسمت ایجاد میشه اسمون قرار میدم دقیقا بر اساس اون تک هایی که داریم رایت رایت در اشتباه کردم رایت فاصله آی بال این محدوده حرکت مردم هستش آی بال به این صورتی که میبینید به این صورت رایت آی بال از حالا میتونم بیام و مردمه که چشم اون قسمت که حرکت میکنه رو مشخص بکنم برای این کار لازم ازش دوباره از همین فیل سیاه رنگ استفاده کنیم استروک رو هم میتونیم البته توی لایه جدید حتی هم باید دقیق لایه غیر فعال باشه توی لایه جدید استروک رو هم میتونیم خاموش بکنیم اینجا نیاز نداریم به استروک به این صورت حالا اینو در اینجا به این صورت قرار میدم یه چشمی به این صورت اینجا قرار میدم اسم هم قرار میدم رایت right پیپل به این صورتی که اینجا میبینید حالا این مردم ها که چشم هم داریم پس یک رایت right آیبال داریم و یک رایت right پیپل تا اینجا قسمت بعدی که نیاز داریم مربوط هستش به حالت بسته شدن چشم که میتونیم از براش استفاده کنیم یا میتونیم از پن هم استفاده کنیم با پن گاهی وقتا دچار مشکل میشه حالا اینجا امتحان میکنیم ببینیم آیا به چه صورت هستش از پن استفاده میکنم میام و اینجا فیلم رو خاموش میکنم به این صورت استروک و اینجا استروک سیاه رنگ به اون میدم به این صورت و حالا یک اینجا یکم اینجا کلیک میکنم اسم رو قرار میدم رایت بلینک به این صورتی که رایت بلینک right. رو هم اینجا قرار دادم و حالا این رو هم در اینجا به این صورت تمام این لایه رو انتخاب میکنم کنترل جی رو میزنم و یک لایه رایت آی رو در این قسمت ایجاد میکنم می بینید که یک گروه هست مجموعی از چند تا علمان مختلف هستش حالا نکته که اینجا وجود داره اون لایه های مستقل رو هم باز میام مشخص میکنیم ما اینجا میخوایم این پیپلی که داریم یا که اون کاملا مستقل حرکت بکنه پس برای اون یک علامت به علاوه هم قرار میدم به این صورتی که میبینیم برای کل رایت آی هم میتونیم بیایم و به اضافه قرار بدیم ولی خب حالا اینجا فعلا قرار نمیدم ببینیم به چه صورتی عمل میکنه کنترل اس رو میزنم میام سراغ این که داریم به میشه فایل حالا اگر بیام اینجا همونطور که بینید، رایت آی را اگر باز کنم میبینی که بلینک رو تشخیص نداده یک در واقع اشتباه یا در واقع باگی به نظر میاد در اینجا وجود داره اگر همینجا این لایه بلینک رو تبدیلش بکنم به لایه راست رایز که از حالت وکتور خارج بشه رسترز لایر رو از اینجا میزنم به این صورت حالا اگر کنترل اس رو بزنم و برگردیم اونی که در واقع این مشکل برطرف میشه گاهی وقتا این اشکال پیش میاد که متاسفانه ما دلیلش رو متوجه نشیم به نظر میاد باگ هست و توی نسخه های بعدی برطرف بشه میبینید که حالا چشم ما کاملا داره به درستی عمل میکنه این قسمت وقتی چشم بسته هست و باز حرکت چشم به چپ راست بالا پایین و کاملا همه قسمت ها رو اینجا کامل برای ما تشخیص میده بسیار خب حالا میتونیم همین رو کپی بگیریم برای قسمت دیگه هم استفاده بکنیم به این صورت پس دیدین به درستی تمام قسمت ها عمل کردن میام اینجا از این یک کپی میگیرم و تمام رایت ها رو تبدیل به لفت میکنم به این صورتی که می بینیم. بسیار خب همه رایت ها رو به لفت تبدیل کردم حالا میبینید که دقت داشته باشین که حتما فراموش نکنید این پیپل یا مردمک رو به صورت مستقل داشته باشین این لفت رو انتخاب میکنم و به این صورت باز دادن دکمه وی اون رو جابجا میکنم و میارم در این کنار قرار میدم به این صورت کنترل اس رو حالا میزنم و در اینجا بلافاصله این چشم هم برای من ایجاد میشه همونطور که میبینید و حالا هر دو چشمو به همزمان با هم داریم ابروها رو داریم ابروها رو میتونیم بیشتر بیایم و استرنسش رو بیشتر کنیم حالا خیلی کم هستش این صورت این حالت ست رسپوز رو میتونیم زم... استفاده بکنیم برای اینکه حالت پیش فرض در واقع زمانی که پشت صندلی میشینیم و میخوایم یک کاراکتر رو کنترل کنیم اون حالت اولیه ای ما با حالت اولیه کاراکترمون ست بشه حالا من این حالت رو حالت پیش فرض انتخاب میکنم نگاه هم کامل به صفحه مانیتور و این قسمت مقابل هست و دکمه ست رسپوز رو میزنم اینکه کمی جابجا میشه به این حالت و حالا این حالت پیش فرض هستش که میتونم به راحتی بیام و کنترل بکنم رو و در واقع اینو کالیبره کردن است برای اینکه به درستی جابجایی اتفاق بیفته بسیار خوب است میبینی که حالا این اتفاق افتاد و این قسمت ها هم تکمیل شد توی قسمت ریک هم اگر بیایم به درستی همه این قسمت ها دارن کار رو انجام میدن هید اورجین رو هم میتونیم جابجا کنیم این اورجین محل چرخش هستش اگر بیارم اینو در قسمت پایین قرار بدم و حالا بیام سراغ قسمت میگه چرخش نسبت به اون نقطه پایین انجام میشه برای همین لایه ها وجود داره حالا اینجا برای سر یا هیدی که داریم مهم هستش بسیار خب تا اینجا این قسمت هم تکمیل شد میام سراغ قسمت بعدی که دهان هستش برای دهان حالا بینی اینجا لازم نداریم میتونیم بینی هم اضافه بکنیم یه دایره اینجا قرار بدیم برای دهان میتونیم بیایم و از یک مجموعه در واقع لایه استفاده کنیم اگر بیام سراغ این تک هایی که داریم و حالا یک از اینا رو انتخاب کنم اینی که حالت های مختلف دهان اینجا وجود داره نیاز داریم اگر میخوایم از تمام امکان این نرم افزار کاراکتر انیماتور برای هر کنترل دهان استفاده کنیم تمام این حالت ها رو میتونیم بیایم و ایجاد کنیم حالت نچرالی که وجود داره حرف ام اس دی میتونیم بیایم اینها رو طراحی بکنیم با شکل شمایل شبیه همین چیزی که اینجا میبینیم او آر دبلیو اف ال اسمایل و سورپرایزی که اینجا وجود داره اسمایل حالت لبخند هست سورپرایز حالت تعجب حالا من این کار قبلا اینجا آماده کردم اگر دابل کلیک کنم میتونم بیام و این موسی که اینجا وجود داره رو دابل کلیک کنم این که تمام اینها در اینجا قرار گرفته و به صورت یک گروه در اینجا قرار گرفته میام اون رو جابجا میکنم داخل لایه خودم به این صورت در این قسمت و در داخل هیت قرار میدم همونطور که می حالا چند ثانیه ای تو بسیار خوب حالا اونو در محل خودش به این صورت در اینجا قرار میدم در میتونم حالا سایتش رو کنترل کنم هر سایدی که مد نظرم هست همطور گفتم اینی که تمام اون حالت هایی که اونجا مشخص کرده بوده با همون اسم با همون تگی که اونجا وجود داشت اومدم و استفاده ام اسم لایه رو ام قرار دادم اس دی ای و به این ترتیب اینو در جای خودش قرار دادم اون رو هم میتونیم به صورت یه لایه مستقل داشته باشیم در امکان وجود داره که این رو هم به صورت یه لایه مستقل حالت دهان رو هم به صورت یه لایه مستقل داشته باشیم حالا کنترل اس رو میزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته میام اینجا و در این قسمت حالا همونطور که میبینید لایه اضافه شد اگر بیام سراغ رکورد میبینی که بلا فاصله میتونه لیپسینک رو انجام بده و در لحظه تمام اون چیزی که مورد نیاز من هست رو داشته باشه میبینی که حالت تعجب رو با باز کردن دهان تشخیص میده حالت لبخند این حالت لبخند رو هم تشخیص میده حرکت سر پلک جابجایی چشم ها و حالت ابروها پس دیدین که تقریبا یک سر کامل رو اومدیم و ایجاد کردیم و به اون نتیجه مورد نظر خودمون رسیدیم حالا من میام اینجا اینجا یک به علاوه قرار میدم و این رو به صورت مستقل میام امتحان میکنم اگر اون به صورت مستقل باشه کنترل اس رو بزنم حالا چه اتفاقی میفته میتونم بیام سراغ کاراکتر انیماتور ببینیم چه اتفاقی میفته اینجا فکر میکنم تفاوت چندانی نداره اما زمانی که از در چرخش از این پارالاکس استفاده کنیم اونجا شاید بیشتر اهمیت پیدا بکنه اگر بیام سراغ این پارالاکس پارامتری است که زمانی که چرخش سر داریم بیشتر استفاده میشه اگر این مقدارش رو 500 قرار بدم بینید که در حال حاضر اگر به ابروها دقت کنید ابروها و دهان دارن جابجا میشن چون به صورت لایه های مستقل هستن حالا این ش... شکل ما چون شکل تخت هست شاید چندان اه... معنی پیدا نکنه اما برای شکل گرد به میتونیم از این استفاده کنیم حالا در جای خودش اینو جدا توضیح میدم برای این چشم هم میتونستیم حالا بیایم و این علامت به علاوه رو اضافه کنیم تا اونها هم به صورت مستقل باشن و اونا هم حرکت پارالاکس رو داشته باشن من شدت این پارالاکس رو آدم اینجا اضافه کردم کن. حالا کنترل اس رو میزنم به صورت اومدم شدت این پارالاکس رو بیشتر کردم مقدار 500 قرار دادم تا دیده بشه اینی که همونطور که می‌بینید حالت چرخش رو در واقع جابجا میشه حالت پارالاکسی برای ما ایجاد میکنه اگر این حالت دا دایره بود شاید بهتر دیده میشد حالا اینجا زیاد مهم نیست اینو باز دادن این زبطر به حالت پیش فرض برمیگرده بسیار خب حالا این جلسه طولانی هم شد اما خب با روش کار این نرم افزار به صورت کلی آشنا شدید چقدر سریع بس میتونیم بیایم و لایه های مورد نظر خودمون رو ایجاد بکنیم و به اون نتیجه مورد نظر خودمون برسیم دقت داشته باشیم اگر با ما نمونه ما یه لایه بلینک رو نداشته باشیم مثلا یکی از این لایه ها رو نداشته باشیم بیام سراغ آی این بلینک رو دیلت بکنم حالا اینو دیلتش میکنم و سراغ کنترل اس میزنم فقط برای یک چشم دیلت میکنم به این صورت حالا اگر برگردیم سراغ کاراکتر انیماتور اتفاقی میفته از اسکیل کردن استفاده میکنم یعنی چشم رو در واقع سایزش رو تغییر میده تا حالت پرس زدن رو ایجاد بکنه پس این در واقع فیس این کار رو برای ما انجام میده این چشم در واقع به صورت اسکیل هست و اون گزینه مورد نظر ما رو فراخونه میکنه بسیار خوب حالا ادامه جلسه میذارم ادامه آموزش رو میذارم جلسه بعد امیدوارم مطالب این جلسه مفید بوده باشه اگر سوالی داشتید در گروه پرسش و پاسخ هنرامیز در تلگرام میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید تا جلسه بعد خدا نگهدار